سرقت پدیده ای است که همواره هراتیان طعمه دام آن شدند، حتی در یکی از امن‌ترین مکان‌های این ولایت. در تازه ترین مورد صبح امروز دو پسر بچه دست فروش و یکی از دکان‌های صرافی این ولایت دست برد زدند. باز کسی از اون بچه ها بودم دکان از این میایه بودن 14-15 ساله بوده، دونه فرز بچه ها یکم چای جوشه که دم دکان از این بوده بر میداره. اینا مثل سازماندهی شده بوده جلوی تر از اینا هم یک گروپی بودم اینا. باز امی چای جوشه که بر میداره این آدم به تلفون هم صحبت میکنه برای این بچه بدر میشه بدون از اینکه بی توجهی کرده که سیف خور قلف کنه یا دکان خور بسته کنه، به خاطر امی چای جوش برای این بچه بدر میشه تا سر زینه میره. مجرد که این میره که او چای جوش از این بچه بگیره، باز یک نفر دیگه به تعقیب از یک بچه که بودن 14-15 ساله داخل میشه به دکان از این و قرار دوربینایی که ثبت شده خریتن به دست ازی بوده، با بسیار با عجله یک مبلغ از داخل می داخل ازی ور می داره داخل می خریته می اندازه و از مارکت بدر می شد. با گفته رئیس این اتحادیه این دو تن 15834 دلار آمریکایی و 11,50,000 افغانی را با خود بردند که علتش بی توجهی صراف گفته شده است. وی بیان می دارد که مکانی که این حادثه در آن صورت گرفته توسط دوربین های مدار بسته و نیروهای امنیتی محافظت می شود. ما برای شما میخوام بگم که از یک امنیتی بسیار خاصی برخورداره و همچنین دولت زیاد توجه داره سر این نقطه. مرکز تجارتی ما حدودا تنها از خود اتحادیه بودن 76 پای کامره داریم که از دو مارکت تمام نقاط از او نقاط رفت آمد و عبور مرور از اون و همچنین نقاط مزدحم مارکت تحت پوشش قرار داره و همچنین بسیاری از دکان ها کامر سکیوریتی دارن دیگه، همچنین امنیت خاصی برخوردار داخل خود مارکت ما پرسنل امنیتی داریم بسیار منظم. اما چون بعضا هم سرقت های قافلگیرانه میکنن که اینا بیشتر تحریریزی میشه و سرزی کار میکنن. مسئولان در فرماندهی پلیس هرات میگویند که تحقیقات در مورد این پرونده آغاز شده است. ببینید هنوز زود هست که ما قضاوت بکنید یا معلومات بدین به طور مکمل. شما میفهمین که هر رویداد یا قضیه که رخ میده وقت میگیره تا ای که بتونین به صورت درست صحیح تحقیقات خود تکمیل بکنین و انشاءالله به زودی زود این مسئله معلوم خواهد شد که یا کسانی در پشت از این طفلا هستند که نور حمایت میکنند یا از این طریق میخواهند بالاخره بعض دکان ها و یا مکان های مورد دستبرد و سرقت قرار بدن و یا حتما کدام موضوع دیگری هست که حتما این رویداد یا این حادثه روشن خواهد شد. با این همه تجهیزات امنیتی سوال اینجاست که سارقان چطور می توانند دست به چنین عملی بزنند؟ کارشناسان سیاسی، بیکاری، فساد شبکه‌ای و زنجیره‌ای، فقر اقتصادی، عدم تطبیق یکسان قانون، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول، عدم توجه به ظرفیت‌های استخباراتی و معلوماتی، غفلت وظیفه‌ای و مواردی از این دست را به عنوان عوامل سرقت در این ولایت عنوان می کنند. آنان بیان می کنند که این عمل باور مردم به فردای بهتر را از بین می برد. خوی بسیار شرماور که در روز روشن در کلیدی ترین نقطه شهر هرات در برابر خراسان مارکت که در اونجا یک گروپ امنیتی هم وجود داره و در 100 متری 150 متری از اون ماموریت حوزی امنیتی هست، اینا دست به سرقت بزنند. این بسیار شرماور است و این نگران کننده است و این واقعا مردم هرات نسبت به یک فردای بهتر بیباور میسازه، یک فضای ترس و وحشت در شهر هرات حاکم می‌سازد و این تاثیرات و پیامت های منفی و خطرناک خود در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جا می‌گذاره، باعث فرار سرمایه میشه، باعث کاهش سرمایه گذاری میشه، باعث فرار جوان ها میشه و در مجموع انمی حوادث میتونه که چرخه زندگی روزمره مردم را متاثر بسازه. پیش از این نیز اتحادیه صرافان کشور به خاطر عدم تأمین درست امنیت صرافان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و دست به اعتصاب کاری زده بودند.